سلام بچه ها، من اومدم بهتون بگم که برای ازدواج در دانمارک چه مدارکی رو لازم دارین. ببخشید من خیلی مریضم، انقدر سردردهای خیلی شدیدی دارم، ولی به جای اینکه تک تک همه رو جواب بدم تصمیم گرفتم یه ویدیو بگیرم با این اوضاع و حالم و دیگه جواب همه تون باشه. ازدواج در دانمارک خب خیلی راحت تر، سریع تر از آلمان هست و حتی خیلی از آلمانی ها ترجیح میدن توی دانمارک ازدواج کنن. برای اینکه یکی دیگه شما لازم نیست فرصت زیادی رو مثلا یک سال تا یک سال و نیم توی بعضی از شهرهای بزرگ آلمان منتظر نوبت ازدواجتون باشید. خب من الان براتون توضیح میدم که توی آلمان چه مدارکی از من خواستن و توی دانمارک چه مدارکی، که ببینین چقدر تفاوت سختی بین این دو کشور هست. از نظر همسرتون که یا آلمانی باشه یا پاس آلمان داشته باشه یا مقیم دائم آلمان باشه، توی دانمارک از شما فقط مدرک شناساییش رو میخوان، ولی توی آلمان تمام مدارک رو لازم دارن که من اینجا براتون میذارم همسر چه مدارکی رو لازم داره، از گواهی تولد بگیرین تا فیش حقوقیش که چقدر درآمدشه و تمام مدارکی که دارن. مدارکی که من لازم داشتم برای دانمارک پاسم بود و آفنتالتم که توی اروپا باید داشته باشم، یعنی یه مدرک اقامتی که توی اروپا داریم. این همین دوتا دیگه، نه تجردنامه میخواستن نه مثل آلمان که برم سوگندنامه بدم که من مجرد هستم، به غیر از این که از سفارت تجردنامه‌مو بگیرم، نه فیش حقوقیمو میخواستن، هیچی. فقط از مدارکی که از من میخواستن این بود که پاسمو بدم و مدرک اقامت اروپامو بدم. من اگر قبلا فکر میکردم که خب پاول فقط به خاطر اینکه حوصله نداره صبر کنه میخواد بره دانمارک ازدواج کنه، وقتی دیدم که چقدر ازدواج واقعا اون طرف آسون هست، خودم هم میگفتم خب من این همه پاشدم رفتم سفارت تجردنامه گرفتم، یک روز کامل اونجا بودم، به غیر از اینا شناسنامه رو دادم از ایران، با چه بدبختی بیارن. خب اینجوری که خیلی راحت تر بود. منتها از سال 2019 توی دانمارک یه قانونی تصویب شده به اسم اینکه شما برای اینکه بخواین توی دانمارک ازدواج کنین باید مدارکی بیارین که اثبات کنه که شما با همدیگه بودین. به خاطر ازدواج آسون توی دانمارک خیلی ها قبل از سال 2019 از این کار سوء استفاده میکردن و خیلی ازدواج های فیک به خاطر اقامت در اروپا انجام شده تو دانمارک، که بعد اروپا به دانمارک خیلی سختگیری میکنه و این قانون از سال 2019 توی دانمارک اجرا میشه که شما باید اثبات کنین که با همدیگه توی رابطه هستین. چجوری باید اثبات کنین؟ یا بچه مشترک داشته باشین یا ملد نخفیزتون از یک خونه باشه، یعنی اینکه هر دوتون توی خونه زندگی کرده باشین به ماهای طولانی و مدرکش رو داشته باشین، مسافرت هایی که با هم رفتین، تیکتش و چتاتون از که حداقل باید به چندین ماه قبلش برسه، بسته به اون جایی که میرین ثبت عقدتون رو ثبت کنین. مثلا اونا میگن برای ما گفتن یک سال حداقل، که باید ما از یک سال قبلش تمام چتامون، یعنی یه سری از چتامون، عکسامون با تاریخی که روش بودن که مشخص باشه این عکس مالکیه رو میفرستادیم و اثبات میکردیم که ما قبل از ازدواجمون همدیگر میشناختیم.
ما ملده بشانگونگ یکی نداشتیم، اصلا میخواستیم ازدواج کنیم که با هم بتونیم توی خونه زندگی کنیم و خب هیچ چیزی نداشتیم که اثبات کنیم. بنابراین تنها کاری که میتونستیم بکنیم این بود که از چتامون عکس بفرستیم و عکسایی که با هم داشتیم رو بفرستیم براشون و همون مسافرت یونانی رو که با هم رفته بودیم عکساشو فرستادیم و بعد تایید کردن. بعد از مثلا یک هفته جوابش میاد که شما تایید میشین برای اینکه با هم ازدواج کنین یا نه. دقیقا مثل آلمانه، ولی آلمان این روند 3 ماه طول میکشه، ممکنه تا 3 ماه طول بکشه که اصلا تایید کنن که شما اجازه دارین با هم ازدواج کنین یا نه. ولی تو دانمارک 1 هفته تا 2 هفته براتون میفرستن که اوکی شما اجازه دارین یا ندارین با هم ازدواج کنین. وقتی هم که فرستادن دیگه تنها کاری که ما با هم کردیم این بود که میگفتیم که تو کدوم شهر میخواییم ازدواج. شما با یه خرج مثلا تا حد اکثر 1000 یورو، حد اکثر به تو میگم، یعنی شما از 600 تا حساب کنیم با جایی که اجاره میکنین و مراحلی که انجام میدیم، برای ما 800 تا درآمد، ولی شما حساب کنین مثلا از 800 تا حد اکثر تا 1000 تا در بیاد براتون، ولی دیگه هیچ کدوم از این دردسرای آلمان رو نخواهین داشت. و ثبتش توی آلمان دقیقا 5 دقیقه است، یعنی شما با کپی که عاقدتون بهتون داده میرین شهرداری و دقیقا اونا فقط ثبتش میکنن تو کامپیوتر 2 دقیقه و شما دیگه زوج به حساب میاین توی آلمان به همین راحتی. من بعد از اینکه اینقدر راحت انجام شفتم که خب ارزششو داشت واقعا. تنها کاری که ما با هم میکردیم این بود که 1 روز قبل از روز عقدمون اونجا باشیم با پاسپورتامون و اداره بریم و مثلا تایید کنن که ما اونجا هستیم، توی اون شهر هستیم و فرداش بریم عقد کنیم، که شما عقدم دیدین چقدر راحت چقدر سریع انجام شد. حالا انشالله که این ویدیو به دردتون بخوره. انشالله اگه تصمیم دارین ازدواج کنین واقعا خوشبخت باشین، که هم با عشق زندگی کنین و خوشحال و خوشبخت باشین.